سوال مهمیه جواب خیلی ساده ای نداره ببینید چون شما از چند تا حوزه در هم پیچیده دارید صحبت، در مورد چند حوزه در هم پیچیده دارید صحبت میکنید که هر کدومشون موزل خودشونو واقعا داره مثلا شما اشاره کردید به اینکه کشورهایی که خب منابعشون محدوده مثل کره مثل عربستان سعودی حالا ایران من نشینه بودم ولی امارات حتی چین اینا میرن تو کشورهایی که بسیار خوب تغییرترن ولی اراضی زیادی دارن این اراضی رو اجاره میکنن تصاحب میکنن که برای خودشون غذا تولید بکنن اینا این اتفاقا یه بحران بسیار اساسی و سیاسی ایجاد کرده تو اون کشورهایی که مثل پاکستان مثل مادباسکار مثل سودان که این کشورهای خارجی دارن میان و عراضیشون رو اجاره میکنن اینا یعنی این مسئله ساده ای نیست چون دولت اون کشورهای فقیر دارن مردم بومی محلیشون رو که خودشون در فقر و محدودیت هستن اینا اینا رو دارن اخراج میکنن برای اینکه سرمایه خارجی رو بیارن اون تو و اون پیامدها تاثیر خاص محیط زیستی خودشو داره این یه دعوای سیاسیه که در سطح دنیا داره به هدت پیدا میکنه و به طور جدی داره مطرح میشه یک ببینید دو سازمان ملل و خاطرم از روزنامه گاردین انگلستان مثلا حدود یکی دو ماه پیش مطالبی مشترک منتشر کرد که داله بر اینکه یه چیزی حدود نصف تولیدات غذایی که وارد بازار کشور مرفه میشه مثلا ایالات متحده این حرام میشه و دور ریخته میشه یعنی این در واقع فراوانی و ارزان بودن کالاهای تولید شده و برای سلیقه مصرف اینا منجر به این میشه که ما اطلاف بسیار زیادی داشته باشه به اون چیزهایی که داره تولید میشه یعنی حالا اینکه مثلا هندوانه سی،, سی, لیتر آب میخواد این یه چیزه ولی اینکه شما تعداد زیادی هندوانه تولید بکنید که یه بازاری رو اشباع بکنید با قیمت خیلی پایین و دو سوم اون هندوانه دو ریخته بشه این در واقع نشانی از این, این داره که اشکال اشکال هندوانه نیست اشکال اشکال سیستم تجاری و بازاری مردم قضای ارزان میخوان و غذای فراوان میکنن اگه این نباشه یه بحرانه متوجه هستید برای همین میخوام بگم که سیستم در پیچیده است یعنی شما مثلا هر کدوم انگاش رو هر کدوم از این مسائل بذارید مثلا کم کردن میزان سطح زیر کشت تو کشورهای مختلف و بعد وارد کردن غذا از خارج برای اینکه جایگزین اون بشه این منجر به این میشه که کشاورزی که رو اون اراضی کار میکردن اینا دوچار بحران بشن و بعد این تصور به وجود بیاد که خب ما وابسته ایم، ما برای چی داریم ساده ترین چیز که غذای خودمون باشه از خارج وارد میکنیم برای همین به همه این صحبت مهمه و خوبه پاسخ ساده ای در موردش اصلا وجود نداره و اینا چند تا حوزه در هم پیچیده است که باید به طور جامع مورد بحث و گفتگو قرار بگیره کار شما خیلی خوبه دارید مطرح میکنید مسئله رو که اساسیه و مهمه سفره های زیرزمینی زیر آب ایران باید بازسازی بشه و خب بله میشه سیاست گذاری کرد ولی از طرف دیگه ساده هم نکنیم مسئله رو یعنی اینکه یه جامعه مثل ایران مثلا موت... م... انتظار اینو داره که خب نون ارزون و کافی وجود, داشت... وجود, داشته باشه در بازار که همه اخشار جامعه بتونن حداقل غذا رو سبد غذایی خودشون رو تعیین بکنن تامین بکنن که الان دوچار بحرانن برای اینکه خب قیمت ها همه داره میره بالا داره سیستم بازاری و تجاری پیدا میشه توی محصولات غذایی حتی محصولات غذایی استراتژیک مثل نان و غیر زالکین. اینا میتونه بحران های سیاسی ایجاد بکنه برای هر حکومت و دولتی که سر کار هست و پاسخی نیست در مقابلش جز اینکه مسئله رو نمیشه صرفا به شکل سیاسی یا به شکل فنی بهش نگاه کرد این یه بحثیه که باید به طور جامعه و شفاف بیاد در سطح جامعه مطرح بشه نه اصلا به نفع کشور نیست که شما به فرسایش خاک اشاره کردید خب یکی از مسائل عمده که ما داشتیم در دوره انقلاب این بودش که برای اون قوانین و قواعدی که گذاشته شد بود سر ملی کردن مراتع و جنگل ها اینا اینا خیلی متزلزل شد خیلی از مردم عادی مردم روستایی مردم شهرستان ها تصاحب کردن عراضی رو مثل عراضی عمومی رو مثل منابع مراتع و غیر زالکینا خیلیش تبدیل کردن به عراضی کشاورزی کشت دیم و غیر زالکینا که اینو منجر به خاکشویی شد تولید گوشت و دامداری اینا بسیار گسترش پیدا کرد هر کسی یه گله گوسفند گرفت شروع کرد روی عراضی عمومی چرا کردن و فروختن گوشت و غیرزالک و اینا و خب برال از یه طرف ما تقاضا رو داشتیم از یه طرف یه جامعه رو داشتیم که انتظار داشت که و وسط جنگم بود اینا. انتظار داشت که خب منابع غذایش تامین بشه اینا اشتغال زایی بود از طرف دیگه پیامدهای جدی دراز مدت محیط زیستی داشت صحبتی که من میکنم اینه که اگر ما میخوایم بیایم و امکان کشاورزی رو امکان دامداری رو از یه عده خیلی زیادی از جامعه که دارن الان از این عراضی استفاده میکنن و انتظار دارن که به این زندگی اقتصادیشون بر این پای است اگر اینو بگیریم به عنوان اینکه در دراز مدت به کل جامعه کمک بکنیم و اینکه محیط زیستمون رو حفظ بکنیم باید این فکرم بکنیم خب در ازای این و به جای این چیکار میخوایم بکنیم چی میخوایم به این مردم بدیم یعنی اونا هم حق دارن که زندگی بکنن اگه دامداری دارن میکنن اگه کشاورزی دارن میکنن روی این اراضی اینا میخوام بدونن که خب بعدش نمیشه صرفا این مسئله رو به عنوان مسئله محیط زیستی بشه نگاه با کرد باید مسئله اقتصادی و سیاسی هم دید و اینکه جامعه به هر حال باید از همه اعضای خودش حفاظت بکنه از جمله کسایی که الان دارن به طور بدی از محیط زیست استفاده میکنن و نباید بکنن اینا این سیاست پیامد داره پیامد دیگه ای داره که من معتقدم باید بهشون توجه کنم طبیعتاً ببینید ما الان توی بحران هستیم همه دنیا در یک بحرانیه که بدتر هم داره میشه برای خب سوال شما جواب خودشو داره طبیع، طبیعی است که این سیستمی نیستش که پایدار باشه و بعد در موردش فکر کرد ولی از اون طرف هم ببینید ما یکی از بحران های عمده ای که داشتیم که منجر یکی از عللی که ما برال انقلاب داشتیم در 57 سال 58 59 این بودش که از دوره اصلاحات ارزی به بعد حکومت مرکزی به طور دائم داشت تو حوزه روستایی و شهرستانی ایران دخالت میکرد و سیاست های پی, پی رو داشت که صبات امنیت دراز مدت رو از کشاورز ما گرفت و منجر به این شد که خیلی ها مهاجرت بکنن به شهرها با این تصور که برحال هر کاری که دولت داره میکنه غلطه و بر ماست یعنی این یه موقع ساده کردن تاریخه ولی یه, یه مسئله عمده این بود یعنی ما یه سری سیاست های پی در پی دائمی رو داشتیم که یکی, یکی از دیگری اول ما اصلاحات ارزی رو داشتیم بعد این دخالت رو داشتیم که دولت اومد و دستور داد که باید تعاونی مصرف و تولید ایجاد بشه بعد کشت و سنت ها رو درست کرد مراکز خدمات رو درست کرد شرکت های سهامی رو درست کرد و غیر زالکین و کشاورزه از امروز تا فردا نمیدونه سنسن چی کار باید بکنن با کی طرفن زمین دارن ندارن سهام دارن کارگرن توی کشت و صنعت یا غیر زالکی یعنی در واقع ما با یه نگاه از بالا و با یه سیاست گذاری از بالا و اقتدار مدار مواجه بودیم که در واقع منجر به این شد که جامعه روستایی ما فکر کنه که همین امروز به هر شکلی که ممکنه هر چه بیشتر پول در بیاره از قضیه و خصوصا شما باید توجه بکنید که جامعه روستایی ما که کماکان یه بخش قابل توجهی از جامعه است 30 درصد چل درصد جامعه ما رو کماکان داره و اینا اینا خب برای فقیر ترین بخش جامعه هم هستن یعنی با در, در یک مرز فقری زندگی میکنن که هر لحظه تغییر تحولات اقتصادی میتونه کنفیکونشون بکنه شما اول صحبت اشاره کردید که ما الان یه تعداد خیلی زیادی از جامعه روستایی داره میکنه و میاد به شهرها خب اگه ما سیاست های برای حفاظت از محیط زیست یهو سیاست سیاستهایی رو پیاده بکنیم که یه بخش دیگه ای از جامعه روستایی دیگه نتونه اونجا بمونه خب این ما یه بحران از یه جای دیگه داریم تشدیدش میکنیم اینه اگر انتظار داریم شرایط کشورمون تغییر کنه بایستی با اکثریتی بیدار روبرو بشیم متاسفانه ثابت شده در طی چند دهه که اکثریت کشورمون درگیر مسائل روزمره هستند و به آینده حتی فرزندان خودشون توجه کافی رو نمی کنند وقتی اکثریت شهروندان ایرانی اطلاع دقیقی از وضعیت مردم در سیستان و بلوچستان ندارند و نمیدونند هامون جازموریان چی هست و اطلاع ندارن که رودخانه مارون به خاطر هایی که روجی زده شده باعث شده طالب های بسیاری بیابان بشن و نمیدونن وضعیت هورول چرا به روزگار فعلی افتاده نگاهی ندارن به وضعیت رودخانه کرخه درباره سد گتوند اطلاع محدودی دارند و کلا به مسائل مختلف زیست توجه نمی کنند. نمیشه انتظار داشت که حتما در کشور تکان عمده ای رو شاهد باشیم وظیفه من و شمای مخاطبین مخاطب این هست که کسانی رو که اطلاع کافی ندارن رو باشون صحبت بکنیم و ترغیبشون بکنیم که درباره مسائل زیست محیطی و چیزهایی که آینده فرزندانشون رو هم تحت تاثیر قرار میده بیشتر فکر بکنند مسئولیت خواهی از مسئولان بدون داشتن آگاهی لازم غیر ممکن هست سعی کنیم از دانا شدن فرار نکنیم سعی کنیم از اطلاع یابی فرار نکنیم و سعی نکنیم از اطلاع رسانی دقیق به دوستان و آشنایانمون دوری کنیم هرچقدر میزان آگاهی در سطح جامعه ما گسترش پیدا بکنه امکان سوء استفاده حاکمیت از وضعیت موجود کمتر خواهد شد به یاد داشته باشیم که هیچ رأی مجانی نیست و اگر کسی رأی رو درون صندوق میاندازه بایستی مسئولیت رو از مسئولان طلب کنه و بر اساس چیزی که در طی 38 سال گذشته دیده ایم مسئولان کشور در قبال منابع طبیعی کشورمون بیمسئولیت مسئولیت بودن. وقتی مثال های مختلفی رو بررسی می کنیم و می بینیم که مثلا منابع مهم آقای زیرزمینی مناطق مختلف نزدیک رفسنجان به خاطر سود بیشتر در تولید پسته عملا از بین رفتن و یکی از قدرتمندترین خانواده های کشور یعنی خانواده هاشمی رفسنجانی عملا ککش هم نگزیده و مسئولیتی رو بر عهده نگرفته در قبال سود بسیار زیادی که از آبهای زیرزمینی برده خب بایستی این سوال رو از مردمی پرسید که پسته رفسنجان رو مصرف می کنند اگر پسته رفسنجان به قیمت از دست رفتن منابع آب در استان کرمان بوده چرا بایستی اون رو مصرف کنیم؟ اگر در رفسنجان و نقاط دیگر که آب از دست داده اند بخواهند آبی به دست بیاورند و دست اندازی کنند به منابع آبی استان چارمه و بختیاری و آبی که بایستی به کارون برسه آیا اون پسته خوردن داره؟ در کشوری که به خاطر اعتقادات دینی و اخلاقی شهروندانش به مسائل به دید حلال حرامی نگاه می کنند چگونه ممکن است خوردن پسته ای که به قیمت از دست رفتن منابع آب چهارمحال و بختیاری تموم بشه خوردن داره خیلی از محصولات دیگر هم چنین وضعیتی دارند شهروندان اگر بدانند که گوشتی که هدر می دهند گوشتی که دور می اندازند به قیمت از دست رفتن هزاران هزار لیتر آب تهیه شده آیا چنین کاری خواهند کرد در کشورهای غربی حتی بر روی آبی که برای تولید یک همبرگر صرف شده فکر می کنند و سعی می کنند با تبلیغات و اطلاع رسانی دقیق به شهروندان بگن که حتی اگر یک همبرگر رو از کنارش بگذرن و نخورن به اندازه آبی معادل دو ماه و نیم استهمام صرف جوی شده آیا فکر می کنید شهروندان کشور ما همشون به مسائل مختلف از این زاویه نگاه می کنند؟ احتمالاً تعداد زیادتری در طی دو سه سال اخیر نگاه می کنند و امیدواریم بتوانیم تأثیر گذاری بر شهروندان مختلف کشورمون رو به حدی برسونیم که اکثر شهروندان ایران زمین به میزان مصرف آبشون بیشتر توجه کنند فراموش نکنیم که ما تک تکمون چه در ایران زندگی کنیم و چه در خارج از کشور باشیم نقطه مشترکمون ایرانی بودن هست اعتقادات ما میتونه متفاوت باشه نگاه های ما به سیاست میتونه متفاوت باشه اما وظیفه ما تلاش برای حفظ سرزمینمون برای فرزندان و نسل های بعدی است اگر بیتوجه باشیم احتمالا دیگر ایرانی نیستیم ایرانی باشیم تا درودی دیگر پتروت.